خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند خودم و خداوند رو شاکر هستم که این توفیق همچنان برای ما باقی است که می توانیم در کنار هم مولانا بخونیم و داستانهای مثنوی رو مورد بررسی قرار بدیم و از این کتاب ارزشمند معنوی بهره های لازم رو به دست بیاریم. امیدوار هستیم که این آموزه ها در زندگی ما تاثیرگذار باشه. همه بحث سر همینه. ما مثنوی میخوانیم، کتاب های شعرهای بزرگوارم رو میخوانیم، این همه منابع عظیم عشق و عرفان و انسانیت و علو درجات معنوی هستش و هدف این هستش که این روی ما تاثیرگذار باشه. و اگر ما مثنوی بخوانیم و در زندگی و روابط اجتماعیمون تغییر ایجاد نشه، تو فکر کن که اصلا فقط وقتمون رو تلف کردیم و هیچ کاری انجام ندیم. مهم اینه که تا چه حد این روی قلب و روح ما تاثیر میذاره. خب، وقتی هم تاثیر میذاره که با توجه به مطالب نگاه. در جلسه گذشته من یه اشاره میخوام بکنم. اگه یادتون باشه دو تا سه تا داستان بحث کردیم. یکی اون داستان زنون بود که به اصطلاح خودشو به جنون اختیاری زده بود، یکی اون داستان لقمان بود که عارفی بود که خودش رو به بندگی زده بود، بزرگی بود که خودش رو به بندگی زده بود و بعد اتفاقاتی افتاد و در مسیر این اتفاقات و این داستانهایی که برای زنون و لقمان افتاد پیامهایی رو مولانا به ما داد. حالا ادامه همون داستانها رو میخواد پی بگیره. یادتون باشه مولانا چند تا کاراکتر رو برای ما بحث میکنه و در این کاراکترها میگه که به اصطلاح انسانهای الهی به قول ایشون شاهان، یعنی انسانهایی که وارسته از این جهان مادی هستن و بر به اصطلاح جهان جسم به اصطلاح پادشاهی میکنن، متشکرم. اینها آدمایی هستن که در بسیاری از موارد آنچه که هستن رو بروز نمیدن و خودشون رو مخفی میکنن در پرده ای از به اصطلاح ظاهری دیگرگون که مردم اونها رو نشناسن. و اتفاقا درستش هم همینه. شما ببینید عارفان، هرگز نمیگن ما عارفیم، هرگز نمیگن ما مثلا اهل کرامتیم، هرگز نمیگن ما از مثلا حقایق جهان هستی آگاهی داریم. معمولا شیادان این حرفا رو میزنن. توجه کردید چه عرض میکنم؟ فال بینا و نمیدونم کف بینا و این حرفا میان، این حرفا میزنن. انسانهای متعالی هیچ وقت همچین بروز و ظهوری از خودشون نشون نمیدن. اتفاقا هرچی هم میدونن در کتمان میکنن. تازه اگر هم بهش بگی شما یه چیزی میدونی، میگه نه من چیزی نمیدونم، من اصلا من یه آدم عادی ام، انا رجلون مثل او پیامبرم، همین حرف رو میزنم. گفت من یه آدم عادی ام مثل شما، اصلا هیچ فرقی من با شما نمیکنم. من راه میرم خسته میشم، گشنه میشه، غذا میخورم، نمیدونم احتیاج به خواب دارم، احتیاج به زن بچه دارم، نمیدونم یه آدم خیلی عادی ام. ولی ما میدونیم که پیامبر چه علو به درجه ای داشت نظر روحی و روانی. حالا من چند تا مثالش براتون میزنم. دو تاشو تا حالا با هم دیگه نگاه کردیم. یکیش عارفی بود که دیوانه نما شد، مثل کی؟ مثل زنده. یکی دیگه یه عارفی بود، بزرگی بود که بنده نما شد، مثل لقمان که شده بود نوکر اون طرف و اون داستان را که دیدید چه اتفاقاتی افتاد، خیلی جالب. حالا ادامه این رو ببینید. ادامه داستان رو در ماجرای مناجات کردن شبان با حق تعالی بحث میکنه در عهد موسی علیه السلام. این داستان داستان خیلی معروفیه، شما همتون با این آشنا هستید. ما تو دوران مثلا دبیرستان و بعضا اینا میخوندیم داستان. میگه دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفت ای کریم و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای
محتشم. دست که دوستم به مالم پایه کرد، وقت خواب آید دروبم جایه. ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی ها. ببینید این شبان داره با خدا در واقع یه نوعی عشق بازی میکنه و اونقدر خودش رو به خدا نزدیک میبینه که انگار خدا رفیقشه، انگار خدا هم یه چوپانیه مثل خودش، انقدر باهاش احساس قرابت و محبت و نزدیکی میکنه. که بهش چی داره میگه؟ میگه کجایی من چاکرت بشم، کجایی من مثلا کفشت اگر پارست بیار من واسه بدوزم، سرتو شونه بزنم، نمیدونم لباساتو بشورم برات، شپشاتو واسه بکشم، نمیدونم شیر برات بیارم اگر گشنته، اگر خسته ای زیاد را رفتی پاهاتو بمانه. در واقع همون نیازهایی که یک شبان نوعاً داره، همون احساس رو نسبت به خداوند داره و با خدا انقدر احساس نزدیکی و قرابت و محبت داره. بعد آخرش هم میگه چی؟ ای فدای تو همه بزهای من. یعنی چی؟ یعنی همه هستیش. یه دونه شبان چی داره؟ کلش یه گله بز داره دیگه، یعنی بیشتر از این که نداره. میگه ای فدای تو همه بزهای من، یعنی همه هستی من، ثروت من فدای تو. ای به یادت هی هی و هی های من، اونم که رابطه عاطفی شده شد. پس در واقع یک عشق بازی واقعا داره با خداوند. بعد میگه زینمت بیهوده میگفت آن شبان، گفت موسی با کی هستد ای فلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. این حضرت موسی این شبان رو که دیده تعجب میکنه، میگه با کی داره حرف میزنه که مثلا دیگه دستتو بمالم، پاتو بمالم، کفشتو بدوزم فلان. فکر میکنه که این گیجوگول داره میزنه شبان. میگه تو با کی داری این حرف رو میزنم؟ که اتفاقا با خدا دارم این حرف رو میزنم، اون کسی که ماها رو آفریده، اون کسی که این زمین و آسمون رو آفریده. پس معلومه که توهم هم نمیزنه چوپان، یعنی واقعا داره با همونی که باید حرف بزنه داره حرف میزنه، توهم نمیکنه. گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاجه است؟ این چه کفر است و فشار؟ هم به ای اندر دهان خود فشار، گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیوای دین را ژنده کرد، چارق و پاتابه لایق مر تو راست، آفتابی را چنینها کی رواست. برمیگرده بهش به صلاح عتاب و خطاب میکنه، سر میاد عتاب و خطاب میکنه به این چوپان. برمیگرده میگه آقا این حرفایی که تو داری میزه اینا کفره، اینا باعث میشه که خداوند عصبانی بشه، دنیا کن فیکون میشه. این حرفای کفر آمیزی که یعنی چی؟ گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتش آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامده است این دود چیست؟ جان سیه گشته روان مردود چیست؟ گر همی دانی که از آن داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است؟ دوستی بیخرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. میگرده بهش میگه جناب شبان، تو داری کفر میگی و به خاطر این کفری که تو داری میگی دنیا کن فیکون میشه، خداوند عصبانی میشه و تو از روی ابلهی و نادانی و ندونم کاری داری با خود اینجوری حرف میزنی. یادتون میاد، نمیدونم این داستان رو نگفتم براتون، ولی حالا یه اشاره بهتون میکنم که میگه یه چوپانی بود، یه کشاورزی بود، یه گاوی داشت، این گاوش هم خیلی دوست داشت. بعد شبا گاوه که میوردنش به تعبیل گاوه رو مثلا میبستنش و اون حرفا، این نصف شبا اینقدر گاوه رو دوست داشت، نصف شب میرفت بالا سر گاوه تو تاریکی، دست میمولید به سر گوش گاوه، قربون صدقه گاوه میرفت، نازش میکرد هم از این حرفا. و یه دفعه یه شیر میاد، شب میاد، میره تو اون تعبیله، گاوه رو میخوره، جای گاو میشینه. بعد یارو بنده خدا شب میاد میره سراغ گاوش دیگه، میره به شیره بر میره، چون آره میره دست میکشه به سر گوش شیره، قربون صدقه شیره میره. اینا شیره میگه که پیش خود شیره میگه بیچاره، اگه الان یه چراغ اینجا بود تو منو میدیدی که با کی داره اینجوری بر میری، زهرت ترکیده بود بیچاره شده بود. مولانا این حالا خنده داره ظاهرا دیگه، ولی مولانا میگه ببین شما هم با خدا همینطوری حرف میزنید، حالی تو نیست با کی دارید حرف میزنید.
دیگه خدای نوکر تیم، شکر تیم، هوای ما رو داشته باش. آقا با ما اینجوری برخورد کردی، با ما به هزین باش. دیدی بعضی با خدا صحبت میکن، با ما به هزین باش، اینجوری آخر خیلی ناجور شده اوضاع فلان. یه شما نمیفهمید با کی داری حرف میزنی که اینجوری حرف میزنی. اگر اون عظمت خداوند رو درک بکنید، زهرتون میترکه. به همین دلیل هستش که پیامبر که اون مقام عالی بود، اصلا ما میگیم چرا ما چجوری این نماز رو اینجوری میکنیم، به رکوع میریم، به سجود میریم؟ تو قرآن که شما چجوری نماز بخونید گفته؟ نگفته. گفته آقا نماز بخونید، گفته صبح و ظهر و عصر و شب مثلا نماز، حتی هم نگفته چند رکعت هم بخونید. این هم داشته باشه، اصلا نگفته چند رکعت هم بخونید. اما ما از کی یاد گرفتیم که چند رکعت بخونیم، چجوری بخونیم؟ از پیامبر. پیامبر به ما دیدیم اون چجوری. میگه او وقتی که عظمت خدا رو میدید دلا میشد. او وقتی عظمت خدا رو میدید میرفت به سجده، میگفت سبحان ربی الاعلی و بحمده. توجه کردیم؟ عظمت رو او درک میکرد و ما حالا به تقلید از او فقط این کارا رو داریم میکنیم. او درک میکرد، ما درک نمیکنیم. ما مثل اون چوپونه هستیم که رفته شیره رو داریم ناز میکنیم، قرب صدقه شیره میدیم. توجه کردیم؟ حالا اینم هم همینه. میگه تو داری کفر میگی و اگه به این کفر ادامه بدی، خشم خداوند جهان هستی رو میسوزونه و نابود میکنه. خب شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست. گر تو مردی را بخوانی فاطمه، گرچه یک جنسند مرد و زن همه، قصد خون تو کند تا ممکن است، گرچه خوشخوی و حلیم و ساکن است. فاطمه مت هست در حق زنان، مرد را گویی بود زخم سنان. میگه تو کانتکس رو گم کردی جناب چوپان. حضرت موسی داره به چوپان میگه، میگه تو کانتکس رو گم کردی. بله داری محبت میکنی ظاهرا، میگی شپشاتو بکشم، شیر برات بیارم، پاتو بمالم، کفشتو بدوزم فلان، اما این نوع محبت، این نوع ستایش، این نوع چه میدونم عشق بازی کردن، این در خور خداوند نیست. درست مثل اینه که تو به یه آقای بگی تو مثل حضرت فاطمه میمونی. خب بله فاطمه خوبه، به یه خانم اگه بگی تو مثل حضرت فاطمه میمونی خیلی افتخاره بالاخره، ولی واسه یه مرد تو نباید بگی تو مثل حضرت فاطمه میمونی، که تو باید بگی مثلا تو مثل حضرت علی میمونی. مثلا دارم میگم، اگه خیلی هم بخوای یکی کلاس بدی و اعتبار میگه، بس مرد کانتکست رو نباید گم کنی. تو در یه کانتکست اشتباه عمل کردی. اینو داره میگه، وقتی که اینو بهش میگه، حالا تازه ظاهرا اون به قول حالا بیان ما دوزاری جناب شبان افتاده. گفت ای موسی دهانم و از پشیمانی تو جانم سوخت، جامه را بدرید آهو کرد تفت، سر نهادن در بیابانی و رفت. ناراحت شد جناب شبان، گفت ای وای، پس من عجب کاری میکردم، من 30 ساله دارم با خدا اینجوری عشقبازی میکنم و با خدا دارم شپش واسش میکشم و شیر واسش میارم و نمیدونم رخت خواب برش بند میکنم، پس یعنی من همه این کارا رو اشتباه کردم دیگه، کفر گفتم. 30 سال 40 سال من کفر گفتم. ناراحت شد و سرش گذاشت یه بیابون یا رفت به اصطلاح دور شد از این صحنه. وقتی اتفاق افتاد، وحی آمد سوی موسی از بنده ما را ز ما کردی جدا. حالا تازه آقای موسی که خیلی موسی اصلا میدونی که موسی مظهر عقله در ادبیات ایران، موسی عقل اصلا بهش میگه، یعنی آدمی است که خیلی همه چیز رو منطقی میخواد برخورد بکنه، یه آدم اینجوریه. میگه که نه حالا این بهش گفتش که موسی تو اشتباه کردی، حالا خداوند داره عتاب خطاب میکنه به کی؟ به پیغمبر خودش. در مقابل کی؟ اون شبان بی سواد ساده لوح خیلی بسیط ساده به اصطلاح، اما با ایمان، با ایمان عشق باز. توجه کردی؟ برگشته بهش میگه که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را از ما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی.
هر کسی را سیرتی بنهاده ای، هر کسی را اصطلاحی داده ای، در حق او مدح و در حق تو ذم، ذم یعنی دشنام، حرف زشت، در حق او شهد و در حق تو سم. میگه ببین موسی، تو چی میخوای بگی؟ تو میخوای عبادت کنی؟ میگی خدا سینه ما را گشاده کن، قلب ما را نور، نور علم و حلم و عظمت در قلب ما روشن، به ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بکن. یه چیزی تو این مایه ها دیگه، نه یه آدمی که مثلا خیلی فاخر میخواد صحبت کنه و دعا بکنه در این حد حرف میزنه. اما اون چوپونه چی میگفت؟ میگفت خدا یا قربونت برم، من نوکرتم، من چاکرتم، خسته بیا پاهاتو بمالم، زمان نمیدونم آب میخوای بسه شیر بیارم بخور، نمیدونم خسته ای بیا جاتو بنزم بگی بخواب. اونم داره در واقع عبادت میکنه، ابراز. ولی مثل یه رفیق، مثل یه دوستی، کسی که مثل با هم خیلی نزدیک. حالا بعد میگه ما بری از پاک و ناپاکی. ببین اینجا دیگه درسه، یعنی مولانا همین قصه رو داره میگه برای که این نکات رو برای ما، این فرازها رو برای ما، از زبان خدا داره صحبت میکنه. مولانا از زبان خداوند داره صحبت میکنه. چی میگه؟ میگه ما بری از پاک و ناپاکی هم، از گران جانی و چالاکی هم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان جودی کنم. این یکی از غرر ابیات مثنویه، یکی از عالی ترین ابیات مثنوی. یعنی میخوام بگم که اساره قرآن کریمه، میخوام اینو بهتون بگم، اون اساره قرآن کریم همینه. تمام پیامهایی که خداوند در قرآن میگه، یکی از مثلا هایلایت های پیام خداوند در قرآن هم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من نگردم پاک از صفا میشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان، ما برون را ننگریم و قال، ما درون را بنگریم و قال. همه اصل قرآن رو همین چند تا بیت داره میکنه. یکی میگن مثنوی تفسیر قرآنه همین، مثنوی تفسیر قرآنه همین. حالا دقت کنید، میگه اولا که شما شنیدید در قرآن کریم چند جای قرآن اومده که تمام موجودات عالم تسبیح خداوند را میگن، تمام موجودات عالم، از اون باکتری ها و ویروس ها و اینا که اونایی که ما میشناسیم دیگه، مثلا ریستر، از اونا بگیر تا کرات آسمانی و کهکشان ها و برو اون بالا بالا ها دیگه که اصلا در توهم ما هم نمی گنجه. میگه اینا همه دارن تسبیح خدا رو میگن، ولی میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، من بسیار آفرینش نکردم که یه عده حالا بیام برای من ستایش کنم، ما به یه جایی برسم، به کجا میخوام برسم، همه جا خودم هم دیگه، به کجا، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من بخواستم یه به اصطلاح کرامتی به موجودات بکنم، گفتم آقا شما ستایش من رو بکن. چجوری؟ وقتی ستایش میکنن، من نگردم پاک از تسبیحشان. طرف دیدی تسبیح میندازی میگی سبحان الله سبحان الله سبحان، یعنی خداوند پاک است، خداوند پاک است، خداوند پاک است، من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و دورفشان. میگه اونا وقتی تسبیح میگویند خودشون تازه پاک میشن، اونا پاک میشن و من به سلام. ما برون را ننگریم و قارم، من نگاه نمی کنم ببینم این چوپانه داره میگه خدا یا شیر وسط بیارم شپشت بکشم، برای ما مهم نیست، ما درون را بنگریم و حال رو، من میدونم چی تو قلب این داره میذاره، اون صداقتی که در گفتار و کلام چوپان وجود داره برای من مهمه. وگرنه این که حالا بگه خدا یا سینه ما را گشاده کن، قلب ما رو نورانی کن، یا بگه خدا یا ما مخلصتیم، ما میخوایم بنده خوبی برای تو باشیم، هر دوی من داره. من به اون نگاه میکنم ببینم اون چی داره. بعد میگه که ناظر قلبیم اگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. دقت کنید، خاضع، خاشع، خشوع یعنی تواضع، خاضع یا مثلا اونم یعنی خضوع، باز اونم یعنی تواضع، هر دوش مترادف، کلمات مترادف میاد. میگه ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. میگه که یکی ممکنه با بیانش خیلی جالب نباشه، اما قلبش چیه؟ پاک و صادقه. میگه من به اون کلامش توجه نمی‌کنم به چه زبونی حرف میزنه. میگه رفیق نوکرتیم،
مثلا یا بگه خداوند بزرگ باری تعالی، من بنده کوچک تو هستم. هر دوی معنی رو میده، میگه من نگاه میکنم ببینم مفهوم چی که در قلب این طرف هست چیه، به ظاهر کلماتش توجهی نمیکنه. زان که دل جوهر بود گفتن عرز، پس تو فیل آمد عرز جوهر قرض. ببین میگن ما جوهر داریم و عرز داریم. جوهر یعنی اصل و مبنا، عرز یعنی ظاهر، دوش کردی ظاهر، پس اصل میشه جوهر، ظاهر میشه عرز. خب میگه زان که دل جوهر بود گفتن قرض، میگه قلب انسان اصل اون قلبه که چی تو اون قلب میذاره، زبان انسان عرضه، ظاهره. تو پس یعنی میتوانی قلبت خیلی پاک باشه اما کلامت خیلی زیبا نباشه، ولی اصل چیه؟ اون قلب است. پس توفیل آمد عرض، پس عرض توفیله یعنی چی؟ کمبهاست، توفیله کمبهاست، جوهر قرضه. مهم اینه که اون منظور تو چیست در گفتن یک مطلب. خب چند از این الفاظ از ما رو مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. چند از این الفاظ، الفاظ یعنی کلام، از مار یعنی ضمیرها، مجاز یعنی با به اصطلاح تشبیه صحبت کردن، توجه کردی؟ میگه اینا زیاد مهمی است. سوز خواهم سوز با آن سوز ساز، من اون سوزی که تو دل مردمه لازمش دارم. یکی میگفتش که یه داستانی بود، گفتش که این چیز اومد جبرئیل اومد پلو خداوند، خداوند جبرئیل رو احضار کرد، گفتش که پا میشی میری تو هندوستان و یکی از بندگان من داره منو صدا میکنه، برو ببین چی میخواد بهش. برو اینا داستانه ها، نمیخواد بگم حالا حقیقت، ولی اون مفاهیمش خیلی مهمه. میگه گفتش که پای پامیشو میره توی هندوستان یه گوشه که اون دهه مثلا فلان جا هست، آدرس رو به جبرئیل میده و میگه پامیشو میره میشه ببین یکی داره من صدا میکنه، ببین چی میخواد، جوابش رو بده و کارش انجام. جبرئیل میره و میره سر قرار، ببینه یکی یه بوت جلوش داره میگه جاریوت جاریوت جاریوت، برمیگرده میاد میگه خدا یا این یارو بت پرسته، اینی که شما فرستادی این بت پرسته، شما رو هم صدا نمیکنه، بگه الله الله، میگه جاریوت جاریوت، اتفاقا اشتباه، اون داره من صدا میکنه، اون داره من صدا میکنه. مهم نیست که با چه لفظی منو میخونه، من میدونم که اون داره من صدا میکنه، توجه کردی؟ این نکات خیلی مهمه. بعد میگه که چند از این الفاظ از ما رو مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز، آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. دیگه وقتی آتشی از عشق در جان تو روشن شد دیگه کلام نامفهوم میشه. همین حرفا رو داره میزنه برای چی؟ برای اینکه توجیه کنه موسی رو نسبت به اون کلامی که اون چوپون داشت میگفت، که میگفت خدایا تو کجایی تا شدم من چاکرت نم چارقت بوزم کنم شما سرد دستکت بوزم دمایم. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، برده ویران برده ویران خراج و عشق نیست. قد کردید یه موسیا، اونایی که آداب میدونن اونا دیگرند، اونایی که سوخت جان و روان هستن دیگرند، اونایی که ظاهرشون با باطنشون خیلی فرق می‌کنه، خیلی ها هستن خیلی شیک و مجلسی هم نماز می‌خونن اما هیچ روح و به اصطلاح معنایی پشت سر نمازشون وجود ندارد، یه عده هم هستن که خیلی ظاهر هم ممکن هستن قیافش هم به آدمای مؤمن و فلان نخوره اما قلب‌هایی مثل آینه روشن دارن و با خداوند یک ارتباط بسیار نزدیک. آدم فکر می‌کنه قیافشون هم نگاه می‌کنه میگه والا این یارو این طرف که قیافش اصلا به این حرفا نمیاد. و هم اتفاقا میگه که اونهایی که به اصطلاح اولیای الهی هستن از قضا ظاهرشون چیزی نیست که شما رو هدایت کنه به اینکه در باطنشون چی داره. توجه کردید؟ این خیلی نکته جالبه. بعد میگه که عاشقان را هر نفس سوزیدن است، برده ویران
خراج و عشر نیست. خراج و عشر یعنی چی؟ خراج یعنی خراج یعنی مالیات، عشر هم یعنی ده یک که میشه زکات. بسیار توجه کردید؟ میگه ببین یه کسی که دهش ویرونه است، این دیگه ازش زکات و نمیدونم خراجی که نمیخوان که، این پاک باخته است. مثل کی؟ مثل اون چوپونه پاک باخته است. بعد میگه که گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشو. شنیدی دیگه، میگن شهید اصلا احتیاج به غسل نداره، این اصلا قانون اسلامیه. میگن اتفاقا شهید رو همون گونه که هست بعد دفنش، اونجوری خداوند او رو بیشتر دوستش داره، یعنی با لباس قرقهون که در جنگ مثلا کشته شده یا فلان شده، میگن اون رو همینطوری دفنش بکنید، این چیز داره به اصطلاح خداوند او رو اینجوری دوستش داره. میگه گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود خون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب اولیتر است، این خطا از صد ثواب اولیتر است. میدونی میگه این که اون چوپون داره اونجوری حرف میزنه خطا داره میکنه، ولی میگه اون خطایی که اون داره میکنه از صد تا ثواب چیه؟ بهتره و من اون رو بیشتر دوستش دارم، چون با صدق نیت و با کمال وجود داره حرفشو میزنه. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم ار قفاس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی کفش، پوشش پا. خب میگه در درون کعبه رسم قبله نیست، واقعیت هم همینه دیگه. شما اگه اشاره تشریف برده باشید مکه، شما تو مکه اصلا جهت نداره قبله، همه به هر طرف داره نماز میکنه، از چهار طرف به سمت خانه کعبه در نماز، در حالی که ما در مثلا ایران که هستیم به سمت جنوب غربی نماز میکنیم به سمت مکه، اینجا که هستیم به شمال شرقی نماز میکنیم، یعنی شما 14 درجه شمال شرقی که نماز میکنید به سمت مکه هستید، همه در اینجا نماز میکنید، ولی وقتی شما وارد خود مکه میشید، در خود خانه کعبه در واقع میشید، دیگه مسیر وجود نداره، هر طرف که باشید فقط کافی که رو به خانه کعبه باشید، اونجا دیگه نماز. پس میگه در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قفاس را با پاچیده نیست. میگه قفاسی که تو آب داره شنا میکنه دیگه نگران کفش نیستش، که کفش مثل کسی لازمه که داره تو خشکی را میره، ولی یه کسی که غرق در آب قوطه بر در آب دیگه کفش لازم نداره. یعنی چی؟ تمام این حرفو که داره میزنه به خاطر اینه، میخواد بگه که ظواهر توفیل حقایق هست، حقایق اون چیزیست که در قلبشون هست، همه ی حرف هست. توفیل یعنی چیز بیارزش، مزاحم، توفیل، توفیل، توفیلی شنیدی؟ بعد میگه تو ز سرمستان قلاوزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. یه کسانی که سرمست هستن، یعنی مستن، ناهوشیارن، تو نمیتونه اونها رو مثلا بگی که آقا شما ما رو هدایت کن، راهبری کن، خودش اصلا گیجه نمیفهم کجا داره میره، تو نمیتونه از اون انتظار داشته باشی شما هدایت کن. جام چاکان را چه فرمایی رفو؟ رفو برای چی مناسبه؟ برای اینکه شما یه لباس خیلی ترتمیز مرتبی داری، حالا اینجاش مثلا بیت خورده مثلا یه ذره، ولی مثلا شما میره رفو میکنه، این صاف و صوف میشه کسی نمیره. اما اگه شما لباست کلا چاک چاکه دیگه روفو معنی نداره واسش. شبان چی بود؟ چاک چاک بود. توجه کردی؟ تو دیگه نمیتونی بری کلام برای اون درست کنی که. اون داره از یه بازی دیگه ای صحبت. خب. قلاوز این راهبر پیشرو. ملت عشق از همه دین ها جداست. ملت اینجا به معنی روشه، یادتون باشه. اصلا ملت به معنی روش. ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. اونا دیگه اونایی که عاشق هستن راهشون روششون همه چیزشون خداییه دیگه، رنگ و بوی ظاهری براشون اهمیت نداره. لعرا گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم امناک نیست. خیلی این قشنگه، این دیگه لعل را گر مهر نبود باک نیست. لعل میدونی یعنی چی؟ که لعل به اصطلاح یه نوع الماسه که قرمز رنگیه، بهش میگن لعل، لعل یا یاقوت. این یه سنگ، البته میدونید که قانونش این بوده
لعل از دل کوه به دست میاد. قدیما معتقد بودن که سنگی که در دل کوه باقی میمونه برای سالیان بسیار طولانی، مثلا میلیون سال، این تغییر ماهیت، ما بهش میگیم سنگ های متامورفیک، این تغییر ماهیت به صورت کریستال در میاد. بعد اینا میرفتن این لعل و این کریستال رو در میآوردن، یه گوسفندی رو سر میبریدن و این جگر گوسفند که به اصطلاح هنوز تازه است و فلانه، این لعل رو داخل جگر میذاشتن میبستن. خب برای مدت مثلا مدت نسبتا طولانی، تا وقتی که اون جگر از بین بره مثلا، بعد اینو در میآوردن. خون گوسفند به داخل این کریستال چیکار میکرد؟ نفوذ میکرد، این لعل قرمز میشد، اون کریستالی که شفاف بود وقتی خیلی با ارزش بود، گفتن لعل. و این خب میگه که لعل را گر مهر نبود باک نیست. میگه مهر، شما دیدی به یه چیزی مهر میزنن که اعتبار پیدا کنه دیگه، میگه ولی لعل خودش ارزشه، نیازی به مهر نداره، اونی که لعل شناسه نیازی به مهر نداره. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. اونهایی که عاشق هستن اگر تو دریای غم هم که بیفتن همچنان شادی خودشون چی حفظ میکنن و غمناک میشن. بعد از آن در سر موسی و حق نهفت، رازهایی کان نمی آید به گفت. بر دل موسی و سخنها ریختن، دیدن و گفتن به هم آمیختن. چند بی خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. حالا اینجا تازه خداوند موسی رو مورد عتاب و خطاب قرار داده، بهش تازه داره درس. جناب موسی، این که تو فکر میکردی درست نیست، اون کاری که به اصطلاح چوپان داشت میکرد کاملا هم درست بود، اون از صمیم قلب داشت ستایش میکرد، تو برداشت غلطی از عمل کردی ایشون داشتی و و اسراری رو برای موسی گفتن دیگه، و این موسی هی به هوش میومد بیهوش میشد از این به اصطلاح حجمه معارفی که بر او نازل میشد، این بیهوش میشد، باز به هوش میومد. اینا رو که خوب موسی رو توجیهش کردن، حالا تازه ایشون توجیه. بعد از این حالا ببین مولانا اینجا چقدر قشنگ میگه، بعد از این گر شهر گویم ابلهی است، زن که شرح این برای آگهی است. ور بگویم عقل ها را برکند، ور نویسم بس قلم ها بشکند. میگه من بخوام حالا توضیح بدم که به موسی چیا گفتن و چیا شنید، این دیگه طولانیه، من دیگه قادر نیستم همه اینا رو برای شما بخوام توضیح بدم. خیلی اگه بخوام بنویسم که بعد خیلی یاد بنویسم، اگه بخوام من توضیح بدم ممکن شماها گیج و گول بزنید و نفهمید اصلا من دارم چی میگم. بنابراین تا همین قد که گفتم، اگه اینو نکته منو گرفتید کفایت میکنه، همین داشته باشید فعلا تا بریم جلو. بعد میگه چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. بر نشان پای آن سرگشته ران، گرد از پره بیابان برکشید. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری است. هیچ آداب و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. ببینید یعنی 180 درجه جناب موسی تغییر موضع داد. حالا دنبال چوپونه دویده، چوپونه رو پیدا کرد. آقا ببخشید ما اشتباه کردید، شما داشتید درست عمل میکردید. هر چه میخواهد دل تنگت بگو. قبلش میگوش که در نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. میدونی همین موسی بود که این حرف رو میزد. حالا درش میگه ببخشید من اشتباه کردم. کی؟ حضرت موسی، پیغمبر اولوالعزم. به کی؟ به چوپون. یه ببخشید من اشتباه کردم، شما هر چی دلت میخواد بگو، حق با توه، تو داشتی درست میگفت. خب حالا ببین، پس چوپان یه گام از موسی چی بود؟ جلوتر بود دیگه. اون لحظه ای که داشت با خدا عشق بازی میکرد، خدا رو در کنار خودش میدید. اینا دلم خواهد به این نکته توجه کنید، یعنی خودش رو میدید به عنوان چوپان، خدا رو هم میدید در مقابل خود. این چوپان به این خدا
عرض ارادت و محبت و بندگی و عشق و چی و کی و چی و چی میگن. اینو داشته باشید. وقتی حالا آقای موسی اومد بهش گفتش که ببخشید شما راست میگی، هر کار میخوای بکنی بکن، هر چم دلت میخواد بگی بگو، حالا این چه جوابی؟ گفت ای موسی، دقت کنید اینجا، گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون خود آغشتم، یا من کنون در خون دل آغشتم، من ز صدر منتها بگذشتم، صد هزاران سال آن سو رفتم، تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت، حال من اکنون برون از گفتن است، آنچه میگویم نه احوال. میدونید اصلا یعنی این جناب چوپان حالا یه گام دیگه جهش کرد، از اون مرحله رفت بالاتر، برگشت گفت ببین موسی، تو به من گفتی تو چرا با خدا داری عشق بازی میکنی، تو حق نداری این کارو بکنی، من دلم شکست و به صلاح زدم سر به بیابون رفتش دیگه. میگه ولی حالا من به یه جایی رسیدم که اصلا من دیگه وجود ندارم، من در خون خودم آغشته هستم، یا من در خون دل آغشته هستم، یعنی من فنا شدم، حالا دیگه اصلا منی و خدایی وجود نداره، من محو در خدا شدم. گرفتی چی میخوام بگم؟ مقامی که هنوز موسی به اون گام اولش هم به این نرسیده، اون یه گام دیگه رفت جلوتر. توجه کردی؟ گفت ای موسی، گفت ای موسی از آن بگذشتم، من کنون در خون دل آغشتم، من ز صدر منتها بگذشتم. صدر منتها که میدونی چیه؟ صدر منتها داستانش که در قرآن کریم میگم، باز اینا تفسیر قرآنه، در قرآن کریم میگه که وقتی که در سوره اسراء میگه وقتی که حضرت پیامبر رسید به صدر منتها که به اصطلاح درختی است در به اصطلاح ساق بهشت به قول معروف، تا اونجا جبرئیل همراهش اومد و از اونجا به بعد گفت دیگه من بیشتر از این نمیتونم بیام بالاتر، اگر از این مرحله عبور کنم نور تجلی الهی منو میسوزونه، تو از این به بعد دیگه خودت بعد تنها بری، که پیامبر اونجا ازش جدا شد و رفت به حضور خداوند رسید در به اصطلاح معراج حضرت پیامبر. میگه اینم داره میگه من از صدرت المنتهی عبور کردم، یعنی که مثلا مقام پیامبر رسیدم، در اون حد رسیدم، صد هزاران سال آن سو رفتم، تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذاشت. میگه اسب وجود من تو با اون تازیانه ای که تو به من زدی، گفتی تو داری کفر میگه چنین فلان و من دلم اونجور شکست و ناراحت شدم، اسب وجود و اسب روح من چیکار کرد؟ گنبدی کرد، یعنی جهش کرد، جهش کرد و از گردون عبور کرد، حال من اکنون برون از گفتن است، آنچه میگویم نه احوال من. دیگه من دیگه حتی اون چوپونی هم که تو دیده بودی دیگه من اونم نیستم که قربون صدقه خدا میرفتم، من الان دیگه مردم، من دیگه اصلا وجود ندارم، یعنی در خدا چی شدم؟ محو خدا شدم. حالا مولانا همین حرفا رو داره میگه، میخواد جمع دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نی در خورد مرد، هان هان گر هم گویی گر سپاس، همچون نافرجام آن چوب باشد، همز تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به هم ابتر است، چند گویی چون خطا برداشتن، چون قطا برداشتن، کان نبوده آنچه میبرداشتن، قطا یعنی پوشش، پرده و پوشش میشه. خب مفهوم این چند بیت چیه؟ میگه دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نی در خور مرد. نایی که میدونی یعنی چی؟ یعنی نی آفر. حالا نای سایز های مختلف داره، اصلا این سازهای بادی اصطلاحا چندین نوع ما داریم، فلوت داریم که خیلی کوچولوه، نای مثلا نی داریم بزرگتره، نمیدونم شیپور داریم، مثلا ساکسیفون داریم، قرنه ای داریم، همه اینا سازهای بادیه دیگه. میگه که اون دمی که مرد نایی، کسی که نی نواز است، توی میدمد در داخل نی، به اندازه سایز اون نیه این باد رو از دهانش بیرون میده که صدای اون رو در بیاره. پس بنابراین ظرفیت
مرد نایی خیلی بالاست، ظرفیت نیت که چقدر که چقدر توش هوا عبور کنه و چه سازه از اون. میخواد چی بگه مولانا؟ میخواد بگه خداوند به هر یک از ما در خور ظرفیتمون ارتباط برقرار میکنه و به ما الهام میکنه. تونستم ارمان برسونم؟ دیگه دم که مرد نایی در نایی کرد، در خور نای است نی در خورد مرد. مرد خیلی صده نفسش بالاست، تو چقدر ظرفیت داری؟ هان هان گر هم گویی گر سپاس، همچون آفرجام آن چوپان شناس. میگه تو حمد میگویی سپاس میگویی، فکر نکن، فکر کن که مثل اون چوپانه داری صحبت میکنی. حمد تو نسبت بدان گر بهتر است، لیک آن نسبت به حق هم ابتر است. میگه تو اگر از اون چوپانه بهتر داری دعا و ثنا میکنی، ولی بدون که باز هم در مورد ستایش خداوند ابتره، سخنان تو کوتاهه، دنبوریده است، ابتر این دنبوریده. یعنی تو هرگز نمیتوانی هزاری هم فاخر صحبت بکنی، اون حمد واقعی خداوند رو به جای بیاری. اون چه که مهمه اینه که با چه قلبی او رو ستایش میکنی. بعد میگه چند گویی چون خطا برداشت، خطا برداشتن کان نبوده آنچه میپنداشت. تو هر چقدر هم که زیبا سخن بگویی، وقتی که پرده ها رو بردارن باز میبینی که حقیقت وجود خداوند بسیار بالاتر از اون چیزی است که تو او رو ستایش میکنی. خب اینه داره میگه. پس بنابراین تا حالا یه عارفی رو دیدیم به اسم ذوالنون و بهلول که خودشون رو به دیوونگی زده بودن، این یک. باز یه عارفی رو دیدیم به اسم لقمان که خودش رو به بندگی و نوکری زده بود. یه عارف دیگه رو دیدیم به اسم چوپان که خودش رو به چوپونی و بیسوادی زده بود، دیگه عملا در اون کسوت ظاهر شده بود. حالا آیا بازم کاراکتر دیگه از عارفان بزرگ داریم که در شده داریم در مولانا صحبت بکنیم دیگه؟ حالا گوش کنیم. رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در رهانش رفت. کی؟ یه امیری، یه آدم خفته ای رو که مار رفت تو دهانش، دهانش شرف باز بوده، چوب هیزم شکن بوده بیچاره، رفته اینقدر زحمت کشیده، بعد از اون دیگه از خستگی و کوفتگی افتاده، خوابیدی دهانش هم وامونده بوده، یه مار اومده رفته تو دهن این و رفته توی شکم دهن. اینقدر هم یارو خوابش سنگین بوده که بیچاره بیدار نشده، فکر کن داره. حالا چه داستانی، خیلی قشنگه. میگه عاقلی، از همین کلمه اول دقت کن چی داره میگه. عاقلی، اینو داشته باشین، کلمه عاقل رو تو ذهنتون حک بکنید. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته ای می رفت مار. آن سوار آن را بدید و می شتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. دبوس این شلاق، شلاق دبوس. طرف اومده یومی ای طرف اونجا خوابیده، یه مار بر رفته دهنش، این تا بخواد خودشو برسونه که ماره رو مثلا یا بگیره یه کاری بکنه، دیگه ماره رفته. اینم نامردی نمیکنه و اون طرف هم خواب بیچاره، خسته کوفته خواب. اینم سوار اسب دیگه، میرسه بالا سر این مردی که خوابه، شلاقی که دستش بود و اینو میزنه توی پروپای این طرف. این طرف وحشت زده از خواب میپره دیگه، چون که از عقلش فراوان بود مده، چند دبوس قوی برخفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. سیب پوسته بسی بود ریخته، گفت از این خورد ای بداراوی، ای بدرداوی. سیب چندان مرد را در خورد داد، که از دهانش باز بیرون میفتاد. یعنی طرف بیچاره خوابه، این رسیده سرش با اسب با شلاق زده توی پرپای این وحشت زده خواب، بلندش گفته بود مرد استه، بودونم پدرش سوخته فلان بسا. اینا بیچاره ترسیده دیگه، اونم که مثلا امیری بزرگیه بالاخره با اسب و تشکیل. شلاق این میزنه، این میترسه و میدوه، میگه برو، میرسونه میبره چیزی یه درختی، میگه که این سیبای گندیده پای درخت رو همه رو بد بکنه. میگه آخه برای چی؟ میگه حرف نزن، شلاقش میزنه. این
از ترس و وحشت بیچاره شروع میکنه سیبای گندیده رو خوردن، چون میخواست مقاومت کنه شلاق بزنه یا اصلا خیلی هم روش زیاد بیا شمشیر براش میکشید که مثلا کنه. خب بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ گر تو را زست است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. میدونی؟ یا آقا خب با من چی کار داری؟ من بعد وقت اینجا خوابیدم باید شدی من شلاق میزنی اولی به میگه سیبای گندیده بخوا، من چی کارت کردم؟ اگه میخوای منو بکشی خب بکش دیگه، راحتم کنی چی بزی آخه بارم. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خونک آن را که روی تو ندید. این بیت دقت کنید. شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خونک آن که ای خونک آن را که روی تو ندید. یه چه لحظه و ساعت شومی بود که تو منو دیدی. کی داره میگه؟ هیزم شکن خسته. میگه عجب بدشانسی و چه روز نحسی بود که تو مورد دیدی. ای خوش به حال اونهایی که هرگز تو رو ندیدن، چون داره شلاق میخوره سیب گندیدن بعد بخوره اخاب بریده. خب بی جنایت بی گناه بی بی شکم ملحدان جایز ندارن این ستم. ملحدان یعنی کسانی که کافر هست. میگه ببین من نه ظلمی کردم نه گناهی کردم، آخه حتی کفارم با آدم این کار نمی کنن، چون چرا آخه من داری من بیچاره میزنی و فلان؟ خبر نداره دیگه که چه اتفاقی براش افتاده، اون خواب بوده، نمیدونه که یه مار سیاه رو خورده و این مار تو شکمشه. می جهد خون از دهانم با سخون، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. نفرین میکنه این یارو رو، میگه خدایا من داره خون از ده دهانم میاد بیرون، خود تو مکافات کن این مرد، این مثلا سوار فلان فلان شده. هر زمان میگفت او نفرین نو، اوش میزد کندر این صحرا بدو. حالا سیبای گندیده رو به خوردش که داده میگه حالا بدو، خودش سوار اسب این بیچاره هم پیاده، اگر هم میخواست بدو یه شلاق هم میزد به پشتش که بدو. زخم دبوس و سوار همچو باد، میدوید و باز در رو میتتاب، ممتلی و خوابناک و سوس بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد، تا شبانگه میکشید و میگشاد، تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. ببینید اینو تا دم غروب میدوندش و با اون سیبای گندیدم که توی شکمش بود و فلان، تا اینکه بالاخره اون بیچاره زمین میخواد بلند میشه زمین میخواد، بالاخره حال تعب بهش دست. وقتی حال تعب بهش دست داد ریخ بیرون، وقتی ریخ بیرون یهودی وای یه مار سیاه هم چی شد؟ حتی شکمش اومد. دبوس گفتم این شلاق دیگه، شلاق. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آورد آن نکو کرد. ببینیم تا یهودید این مار سیاه وحشتناک از شکمش اومد بیرون، فهمید تازه دوزریش اون موقع افتاد و شروع کرد به تشکر کردن از این آقای امیر. سهم آن مار سیاه زشت زب، چون بدید آن دردها از بی برم. خود گفت تو، گفت خود تو جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی، ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. 180 درجه صحبتهای آقای به اصطلاح هیزم شکن خسته عوض میشه، میگه این چه لحظه مبارکی بود که حالا تازه دوزش و من مرده بودم تو من زنده، و واقعا مرده بود، یعنی اگر این مواره تو شکم اینم تو میمون بخواه یا یه نیشی میزد یا بالاخره حتی اگر عزمم که میشد زهر مار آزاد میشد دیگه، اون میمرد 100% مرگش 100%. خب بعد میگه ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم، ای خونک آن را که بیند روی تو، یا در افتد نادهان در کوی تو، تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. میگه تو مثل مادر دنبال من بودی، میخواستی به من محبت بکنی، من ببخشید مثل ابلها حالا دیالا از تو فرار میکرد. بعد میگه که خر گریزد از خداوند از خری،
صاحبش در پی ز نیکو گوهری، نی نزد پی سود و زیان می جویدش، لیک تا برگش ندرد یا ددش. میگه ببین خره فرار میکنه، صاحب خره دنبالش میده، بابا کجا داری میری بیچاره، کجا تو این صحرا میری؟ میگیره گرگ، میگیرتت، میخورتت، پدرت در میاره، از روی ببخشید خریه فرار میکنه دیگه. میخواد مثلا خودش نمیدونه که اگر این شب از تو طویله بیرون بخوابه خب گرگ میاد سراغش و قطعا هم نابودش میکنه. بعد میگه ای روان، ای روان پاک بسوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را، ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفت آن مگیر، شمه ای زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی، بی ثنایت گفتمی ای خوش حساب، گر مرا یک رمز میگفتی زهاد، لیک خاموش کرده می آشوفتی، خاموشانه بر سرم میگفتی، شد سرم کالیوه. کالیوه یعنی گیج، سر طرف سرش کالی بشه گیج میشه. شد سرم کالی به عقل از سر بجست، خاصه این سر، خاصه این سر را که مغزش کمتر است، عفو کن ای خوب روی خوب کار، آنچه گفتم از جنون اندر گذار. ببینید افتاده به عذرخواهی کردن که میگه آقا ببخشید شما خیرخواه ما بودید، من از روی حماقت و نادانی به شما فحش میدادم، شما دنبال این بودی که من نجات جونم رو، من نمیفهمیدم، نفرینت میکردم، فوش بهت میدادم، کلا تو هم هیچی نمیگفتی، ای کاش به هم میگفتی که بابا مثلا یه مشکلی تو داری. حالا چه جواب قشنگی میده، میگه گفت اگر من گفتمی رمزی از آن، زهره تو آب گشتی آن زمان، گر ترا من گفتمی اوصاف ما، ترس از جانت برآوردی دمار. میگه بیچاره چی اگه من بهت میگم آقا یه مار سیاه تو شکمته، چه حالی به رو دست میداد؟ قش میکرد میافتاد اونجا، گفت یه مار سیاه رو زیم. اصلا دیگه دنبال این که سیبه رو بخوره و بودوه و حالش به هم بخوره نمیرفت، همونجا قش کرده و افتاده بود، یعنی در واقع مرده بود. اینم که بهش نمیگو اثر آگاهی بود، چرا؟ چون عاقل بود، بشته دید اثر آگاهی بود. بگو بشمن نده تو فوشم بده، تو به من فوش بده، برای من خیر خواهی تو هستم، تو اشکال نداره. بعد میگه که بعد میگه مصطفی فرمود گر گویم به راست، شرح آن دشمن که در جان شماست، زهره های پردلان هم بردارد، نی رود ره نی غم کاری. میگه حضرت پیامبرم به مؤمنان همین حرفو میزنن، گفت اگه من بهتون بگم چه دشمنی در قلب و جان شما وجود داره، چه خطرناکه، شما همتون دست پاتون رو بود بکن. راجب شیطان صحبت میکنه، خیلی خطرناکه. نی دلش را تاب ماند در نیاز، نه تنش را قوت صوم و نماز. صوم یعنی روزه گرفتن، نمازم که نماز. همچون موشی پیش گربه لا شود، همچون میشی پیش گر جا رود، اندرون نی هیله مانند نی روش، پس کنم ناگفته تان من پرورش. میگه اگر من راجع به اون دشمن بزرگی که در جان شما هست صحبت بکنم، همه تون خودتون رو میبازید، دیواب میکنید به قول معروف. و همین دلیل من بدونید که اون دشمن خطرناک رو در شما توصیف بکنم و تشریح کنم، همینطوری دارم راهنماییتون، مثل همون طرف دارم هدایتتون میکنم تا بتونید بر اون چی بشید؟ پیروز بشید، بر اون دشمن، بر اون مار سیاهی که در درون تستش پیروز بشید. خب گر ترا من گفتم این ماجرا، آن دم از تو جان تو گشتی جدا، من ترا نی مرترا نی قوت خوردن، ببخشید مرترا نی قوت خوردن بودی، نی ره و پروای قی کردن بودی، می شنیدم فحش و خر می راندم، رب یثرب زیر لب می خواندم، از سبب گفتن مرا دستور نه، ترک تو گفتن مرا مقدور نه. رب یسره یعنی خدا یا آسانی به من بده، رب یسره. میگه که من نمیدونستم به تو بگم مار چه شکمه، چون اگه بهت میگفتم اصلا دیگه جان حال این که بلنشی و بدویی و سیب بخوری و این حرفا رو نداشتی و نابود میشدی. من به همین دلیل فوشا رو میشنیدم برای زیر لب گفتم خدایا به من صبر بده، به من آسانی بده، بتونم این بنده خدا رو نجاتش بدم. و از این حرف دشمنی عاقلان، حالا این
دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان. ابتهاج یعنی شادی، بشاشت، زیبایی. دوستی ابلهان رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. خیلی قشنگی. جنبندی آخر میگه ببین عاقلان وقتی با تو دشمنی میکنن همینطوری ظاهرش دشمنیه، اصلش چیه؟ محبت پشت سرش بود، خیلی به تو درش. و درست برعکس، آدمای به اصطلاح ابله ظاهرا به تو میخوان محبت کنن ولی در عمل به تو چیکار میکنن؟ ضربه میزنن. توجه کردی؟ طرف مثل این مونه، میگه که ناراحتی فلانی؟ آره حالم گرفته، حالا بیا یه پک سیگار بزن آرومت میکنه. ای با. یه پک سیگار بعد میشه یه پک حشیش، یه پک حشیش میشه یه پک چه میدونم تریاک، یه پک تریاک میشه یه اونس هروئین. کافیه طرف زمینه شو داشته باشه، گام به گام این مسائل پیش بره. دیدی خیلی هم آقا تفننیه، مثلا تو میمونی بمونی تفننی یه پکی زدیم دیگه، حالا ولی پیونی آقا شو هروئینی شده، رسمه هروئینی شده. ایناست دیگه، اون دوستی ابله. دشمنی عاقل هم اینه که شلاقت میزنه اما جونت میخواد چیکار کنه؟ نجات. خب پس یه ریویو بکنیم. عارفی که دیوان نما بود شد زندون بود، عارفی که بند نما بود شد لغم، عارفی که بی سواد نما بود چوپان نما بود شد اون کسی که با همون چوپانی که با حضرت موسی بود، عارفی که ظالم نما بود مثل همین آقای امیری که شلاق زد، حالا بازم عارف های دیگه هست. کیه؟ یکی هم عارفی که به قول معروف همراه و مسافره، مثل داستان حضرت موسی و حضرت خضر. داستانشو تو قرآن شنیدید؟ خیلی جالبه. موسی پیامبر برگشته به خدا میگه خدایا من یکی از بندگان تو رو میخوام ببینم، یکی از بندگان. اون میگه باشه اشکال نداره، شما پیغمبر اولوالعزم خیلی های کلاسی، تشریف میبرید فلانجا، یکی از بندگان ما. خیلی ساده میره اونجا هستش، میره با خضر آشنا میشه. وقت اون داستانهای خضر رو که قرآن مفصل که کشتی سوار میشن، کشتی رو سوراخ میکنه خضر، بعد نمیدونم میرن اونجا بچه هر رو خضر میکشه، بعد اونجا یه دیوار خراب شده رو میسازه و فلان. این در هر یک از اینا با منطق موسی جور در نمیاد. موسی میگه آقا تو کشتی نشستی نبر کشتی مردم سوراخ کنی، آقا این غلطه از نظر ظاهری. بعد وقت چیز برمیگرده بهش میگه که خضر برمیگرده میگه ببین دیگه از این لحظه بعد همراهی من و تو با هم معنی نداره و تو کشش این رو نداری، توی پیامبر کشش این رو نداری که با من همراه باشی. که بعد دونه دونه توضیح میده که چرا کشتی رو سوراخ کردم، دست شما درده، چرا کشتی رو سوراخ کردم، چرا مثلا اون بچه رو کشتم، چرا نمیدونم اون دیوار خراب شده رو ساختم و و. خب این حالا تا همینجا براتون کفایت میکنه تا بعد ادامه بحث. من الان میخوام یه بریک به شماها و دوستان زومی بدم و بعد با هم دیگه صحبت. یه لحظه من یه لحظه. خب من این میام سراغ این بحث. قسمت آخر داستان ایاتون باشه این بود دیگه، گفت دشمنی عاقلان زینسان بود، زهر ایشان ابتهاج جان. ابتهاج گفتم یعنی بشاشت و شادی و بسیار خوبی. دوستی ابلهان رنج و زلال، زلال هم یعنی گمراهی و به اصطلاح به افول رفتن. این حکایت بشنو از بحر مثال، که حالا عاقلی که دوست است و ابلهی که دوست است چه تفاوتی بین این دوتا دوستی وجود داره؟ خیلی خیلی پرمعناست. که همون قصه باز قدیمیه، حیاتون باشه قصه چی بود؟ قصه خاله خرسه، یادتون میاد که دوران دبیرستان هم میخوند. میگه اژدهای خرس را در میکشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. یه اژدهایی داشت یه خرسی رو میخورد،
یه آدم شجاعی رفت و این خرس از دهن اژدها نجات داد. اژدها هم به چی میگفتن؟ به مار خیلی بزرگ میگفتن اژدها. آره به مار بزرگ. اصلا ببینید مار پیتون یهو یه گورخر رو میخوره، میدونید اصلا باور نکردنی. و جالب توی آفریقا و این جالب میدونه که مار چیز نداره، آروارش چفت نداره پشتش، بنابراین بدنش که مایچه‌ایه هر چقدر دلش بخواد این دهنش رو میتونه باز کنه. داشت که چه میکنم، یعنی حد و مرزی نداره، ما مرز داره دهانم از این حد بیشتر باز نمیشه، اون نه، اون هر چقدر که بخواد میتونه باز کنه. وقت یه به اصطلاح چه میدونم یه گورخر درسته رو، یه دونه چه میدونم آهو رو همینطور درسته واقعا میخوره، وقتی که میخوره میشه تو شکمش، بعد چیکار میکنه؟ میاد میره دور یه درخت خودشو میپیچونه و فشار میده و این استخونای به اصطلاح اون حیوان رو توی شکم خودش خورد میکنه. توجه کردید؟ اینجوری اون وقت شروع میکنه به هضم کردنش که اسید معدهش ترشح میشه و این داستان ها و هضم و این حرف اتفاق. به هر حال داستانش اینه. حالا یه داستان مولانا گفته، یه خط یه خط اژدهای خرس را در می کشید، شیرمردی رفت و فریادش رسید. همین تا اینجا یه خط یه قصه گفت. ولی ببین چیا پشترش داریم. شیرمردانن در عالم مدد، آن زمان کفان مظلومان بسن، بانگ مظلومان زهر جا بشنبند، آن طرف چون رحمت حق می دبند. هر کجا دردی دوا آنجا، هر کجا فقری نوا آنجا، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. ببینید اصلا انگار که این همین یه جمله که تو ذهنش اومد، آقا یه اژدهای یه خرسی رو داشت میخورد، یه جوان مردی رفت خرس رو نجات داد، یهو اصلا توی ذهنش یک مسائلی تداعی شد و رفت تو کار به سلام مردان حق، مردان خدا که همواره به دنبال این هستن که ببینن کجا مظلومی، کجا دردمندی وجود داره که برن چیکار کنن، مثلا اون رو دوا کنن. مولانا میگه آن طبیب حاذق بیمارجو، دقت کنید خیلی نکته جالب، آن طبیب حاذق بیمار میگه اصلا نباید مریضا پاشن برن پیش طبیب، البته این حرف نمادینه، میگه اصلا نباید مریض باشه بره، میگه طبیب با اونیه که میچرخه ببینه کی دردمنده و اون رو بره بهش کمک بکنه. حالا این طبیب نه الزاما فقط مثلا چه میدونم پزشک داخلی، پزشک هر پزشک نه فلان ها، هر کسی که میتواند دردی را از کسی دوا کند. گرفتی چه عرض میکنم؟ آن طبیب حاذق بیمار شد، اون باید بره دنبالش. بعد میگه که شیرمردانن در عالم مدد، میگه اینها مراقبن ببینن کجا صدای مظلوم بلند شد، بودن برن به سمت. این باز تفسیر قرآنه، خداوند در قرآن میفرماید که آیا نمی بینید که در جهان صدای مظلومان برپا خواسته؟ حتی نمیگه صدای مسلمان ها، نمیگه صدای مثلا مؤمنین ها، هیچی، میگه هر کجایی که صدای مظلومان برخواسته است و به مورد ظلم و ستمی قرار گرفتن، شما موظفید که برید و به آنها کمک کنید، موظفید که برید و به آنها کمک کنید در حد توانید. خب هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر جا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا پستیست آب آنجا رود. خیلی جالبه، میگه که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. تشنگی آور به دست، خیلی نکته از نظر خاکشناسی هم اهمیت داره. شما میدونید که در خاکشناسی حتی اگر منابع آب زیر زمین باشه، مثلا در فاصله 2 متری سفره آب زیر زمین وجود داره و در بالا خاک خشکه با یه
قانونی داریم به اسم قانون کپیلاریته. تحت عنوان قانون کپیلاریته، آب از برخلاف نیروی جاذبه زمین از لوله های معینه حرکت میکنه و به سمت بالا میاد و به ریشه گیاه میرسه. مولانا چقدر قشنگ میگه، میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا که آب از جوشد از بالا و هست. وقتی تو تشنگی داری، خواهان حق هستی، این حق و حقیقت از همه طرف سمت تو خواهد، فقط مهمه که خواهان واقعی حق باشه. خب تو کم از خرسی، نمی نالیز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. یه تو از خرسه که کمتر که نیستی. اگر دردی داری بنال از درده و از خدا بخوا که بهت کمک کنه. قد اونی استجب لکن، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما. میگه آقا شما از من بخواید، من بهتون، من حرفتون گوش میدم. من یه بار اینو گفتم، بعضیا خیلی خوششون اومد، گفتم ببینید من این حرفه از یکی دیگه شنیدم و دارم فقط تکرار میکنم، ولی حرف قشنگی. گفتم ببین خدا یه شماره تلفن 10 رقمی داره، خیلی ساده، و ارتباطش هم سریع، بر خط ارتباطی هم سریع باش برقرار میشه، نیازی هم به سکرتر و نمیدونم رئیس دفتر اینا هم نداره، مستقیم به خودش وصل میشه. همین خوابیدی، به خداوند میگه به رو پهلوی خودت خوابیدی، یا خوابیدی یا نشستی، در هر حالتی که هستی فقط 10 بار بگو یا الله یا الله یا الله، 10 تا یا الله. وقتی گفتی ارتباطت برقرار میشه، اون موقع با خدا هست از صمیم قلب. بخوانید مرا تا اجابت کنم شما، من صدا کنید من شما رو اجابت. خب از صمیم من، خب ای خدا این سنگ دل را موم کن، نالش را تو خوش و مرحوم. یه خدا یا ما دلامون یه خود سنگیه، به همین دلیل که نمیتونیم باید ارتباط برقرار کنیم. از خود خدا میخواد، میگه این سنگ دل ما رو مومش کن، نرم کن دلهای ما رو، تا نالش را تو خوش و مرحوم. مرحوم یعنی رحم شده دیگه، شنیدی میگن مرحوم، یعنی خداوند بهش رحم کرد یا رحم بکنه. میگه که تو این سنگ دل ما رو نرم کن تا ما صدای دل ما خوش بشه و اون وقت رو بهش گوش بکنیم. از خود خدا کمک میخواد که سنگ دلش نرم بشه. خب خرس هم از اژدها چون وارهید، وان کرم زان مرد مردان بدید، چون سگ اصحاب کف آن خرس زار، شد ملازم در پی آن بردوار. آن مسلمان سر نهاد از خستگی، خرس حارس گشت از دلبستگی. وقتی که این خرس نجاتش داد، خرس هم حتی این خرس هم درک میکنه محبتو، دیگه این حیوانم دید که جونش در خطر بوده، این اومد نجاتش داده، این شد مرید این آقا دیگه، اونم دنبال آقا را افتاد و شد مثلا مرید این آدمه. خب آقا هم خب با اژدها جنگیده بود، دیگه خسته هم شده بود و رفت یه جایی افتاد که استراحت کنه. خرس هم اومده حالا پلوش نشسته و اینو هم بو میکنه و لیس میزنه و مثلا ابراز محبت میکنه خرس. آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ ای برادر مر تو را این خرس کیست؟ قصه با گفت و حدیث اژدها، گفت بر خرسی منه دل ابلها، دوستی زبله بتر از دشمنی است، او بر حیله که دانی راندنی است. ای آقا اینجوری افتاده داره استراحت میکنه، خرسم دوره بر این داره این بوش میکنه و لیشش میزنه، یه آقای داره عبور میکنه، نگاه میکنه اون ماجرا این خرسه چیه، خرس وحشی دور بر آدم نباید قاعدتا باشه، میگه این جنش داره، ما این نجاتش داریم. اینطور شد برمیگرده بهش میگه ببین برادر من، تو با خرس نباید رفاقت کنی، خرس خطرناکه، ابلهه، عاقل نیست، غریزی عمل میکنه، عاقلانه عمل نمیکنه. هر طوری میتونی یه جوری خرس رو دست به سرش کن، باشه بیا دنبال خرس نباش، بیا با هم بریم اینو هم تو همین جنگلی که هست رهاش کن بره. و والله از حسودی گفتی، و نخرسی چنگری، این مهر بین،
گفت مهر ابلهان عشوه ده است، این حسودی من از مهرش ده است. هی بیا با من بران این خرس را، خرس را مگزین مهل هم جنس را. میگه حالا آقا تو مثل که حسودیت میشه، حالا یه خرس به ما توجه کرده اومده دور بر ما با ما رفیق شده، تو هم حالا دیگه چش چپه دفته به این خرس ما. میگه ببین این خرس خطرناکه، این ابلهه و این تو رو به گمراهی میکشه، این محبتی که داره به تو میکنه تو رو به گمراهی میکشه. اگر فکر میکنی من حسودم، باشه فکر کن من حسودم، اما حسودی من از محبت خرسه بهتره ها. بیا دنبال من، تو بیا من جنس تو هم با من را بیا. چرا دنبال خرس را افتادی؟ چرا با خرس داری دوستی میکنی؟ من دارم بهت میگم تو بیا با من بری. گفت رو رو کار این کار خود این کن. ببخشید، گفت رو رو کار خود کن ای حسود. گفت کارم این بود و بختت نبود. من که مرخصی نباشم ای شریف، هر که او کن تا منت باشم حریف. بر تو دل می لرزدم زندیشه ای، با چنین خرسی مرا در بیشه ای. این دلم هرگز نلرزید از گزاف، نور حق است این ندعوی و نلاف. مومنم ینظر به نور الله شده، هان هان بگریز از این آتش کده. میگه ببین، اون طرف برمیگه بهش میگه ببین برو دنبال کار آقا صاحب خرس. بقول من برمیگه بهم میگه میگه آجون برو دنبال کارت، تو هم داری به ما حسادت میکنی، اما یه خرس گیرمون اومده تو داری میخوای زیرا به خرس ما رو بزنی حرفا. این برمیگه ببین من از خرس کمتر نیستم، من یه آدمم و دارم بهت نصیحت میکنم. من دلم برای تو داری میسوزه، من مثل اون پدر مادری که گفتیم یه برای واکسن میزنه، یه من دلم برای تو داری میسوزه، این آینده خوبی در انتظارت نیست که با خرس رفاقت میکنی. بیا دنبال من، بیا با هم دیگه بریم. ضمن این که من آدم مؤمن هستم، من به نور الهی دارم به مسائل نگاه میکنم، یعنی درون مسائل رو دارم میبینم، آینده مسائل رو دارم میبینم، خیر تو رو دارم بهت میگم. بلش کن بیا با هم بریم. میگم نه خیر برو پی کن. این همه گفته به گوشش در نرفت. بدگمانی مرد را صدیست ضعف. من مثلا اینو هایلایت کردم که شما توجهتون جلب کنم. ببین میگه این همه گفته به گوشش در نرفت، بدگمانی مرد را صدیست. میگه اگر انسان بدگمان باشه، به مولانا یه جای دیگه هم میگه، میگه اون کسانی که بدگمان هستن مثلا به یه مسئله، اگر هرچی بیشتر بهشون اصرار کنی بیشتر موضع میگیرن. گرفتی چی میخوام بگم؟ میگه مثلا این کار نکن، ولی اون فکر میکنه نه این یاری داره حسادت، دیگه این استاکو نخر، این استاک داره رشد میکنه، آقا مال ایلان ماسک یعنی چی؟ بریم تو کارش میزنیم میریم بالا فلان بسار. ولی هی بیا آقا نکن این کارا، این یارو آدم قابل اعتمادی نیست، یه بلایی سرتون. زفت یعنی بزرگ قدید، زفت یعنی بزرگ قدید، زفت بزرگ. پس میگه که اینجوری خب دست این همه بگو، این همه گفته به گوشش در نرفت، بدگمانی مرد را سد نیست. آدمی که بدگمان میشن مثل یک سد بزرگ جلوی ذهنشون بسته میشه دیگه، نمیتونن حقیقت رو ببینن. دست او بگرفت و دست از وی کشید، گفت رفتم چون نی یاره نشی. دستشو گرفت، آقا بی بریم، بهت میگم بی بریم. دستشو پرت کرد، گفت برو بیکاره بلم کن، بذار من به کارم برسم، تو برو دنبال کار، چی میخوای از جون من؟ خب خیلی خب باش با رفت، خداحافظ. شما اون چی که بعد بهت میگفتیم گفتیم دیگه، خداحافظ. گفت رو بر من تو غمخواره مباش، بلفضولا معرفت کمتر تراش. گفت آقا نمیخواد برو پیکارت، نمیخواد همه منو بخوری، هی میگه من غم تو رو میخورم فلان، تو فضولی، نمیخواد هم هی واسه من جست عاقلا در صفحه بگیری یا بگی آقا من میفهمم تو نمیفهم، ما خودمون خوب خودمون ختم کنیم، برو بکنیم. این هم برد. ولی باز بهش میگه، باز گفتش من عدو تو نیم، لطف بینی گر بیایی در پیم. گفت خواب آمد برا بگذار و رو. گفت آخر یار را منقاد شو. منقاد شدن یعنی به اصطلاح رفیق شدن، نزدیک شدن، وصل شدن. گفت ببین من دشمنت نیستم،
اگه دنبال من بیای خیر صلاح در کاری که دنبال من به خیر سر برش کن. میگه ببین، طرفم جواب میگه ببین الان من دیگه خوابم گرفته، میخوام بگم بخوابم، خستم، با این اجدهام جنگیدم، برو پی کارت، بذار ما فلان به کار زندگی خودمون برسم، تام برو دنبال کار زندگی خودم. میگه من بهت گفتم بیا با من بری، تا بخسبی در پناه عاقلی، در جوار دوستی صاحب دلی. تو ببین من دارم بهت میگم بیا با هم بریم، بیا بریم با خونه ما، بیا اینجا پیش من بخواب، توی خونه من برو بخواب، استراحت کن پیش یه صاحب دل، پیش یه عاقل، نفل و خرس. در خیال افتاد مرد از جد او، خشمگین شد، رو بگردانید زود، که این مگر قصد من آمد، خونی است یا طمع دارد، گدا و تونی است، یا گرو بسته است با یاران بدین، که بترساند مرا زین همنشین. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک اندر خاطرش. دیگه که پیش خودش خیالات میکرد دیگه، اون ذهنش خراب بود، بابا این یا شرط بندی کرده با رفقاش که بیاد منو بترسون از این خرس، گفته که من میرم اینو از خرسش جدا، یا اینکه نه بابا این آدم گدا گشنه یه میخواد بیاد جیب ما رو بزنه، هی به ما ابراز محبت میکنه و نزدیکی میکنه. و بالاخره آخرش هم میگه که از نیت بدی که در ذهن این مرد بود هیچ خیال خوبی نسبت به این رفیق ناصحش نکرد، که اون داشت نصحت میکنم گفت دنبال من بیا، هیچ نظر خوبی نسبت به اون پیدا نکرد، فقط دنبال افکار خودش بود که من باید خرسم رو حفظ کنم. خب زن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود، عاقلی را از خری تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد. از روی نفهمیش اون آدم عاقل رو تهمت این که میخواد دزدی کنه، میخواد با من شرط بندی کنه، خیرخواه من نیست، این تهمت ها رو به اون زد، اما محبتش رو گذاشت رو کی؟ رو خرسه، خرسی که حیوانه و عقل و شعوری نداره. آن مسلمان ترک آن ابله گرفت، زیر لب لاحول گویان ره گرفت، شخص گفت و خرس میراندش مگس، وستتیز آمد مگس رو باز پس، چند بارش ران از روی جوان، آن مگس پس باز می آمد دوان، خشمگین شد با مگس خرس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت زفت، گفتم زفت یعنی چی؟ بزرگ. سنگ آورد و مگس را دید باز، بر رخ خفته گرفته جای ساز، برگرفت آن آسیا سنگ و بزن، آسیا سنگ هم آورده، بی انصاف، یعنی یه سنگی به چه بزرگ. خشمین شد، سنگ آورد، برگرفت آن آسیا سنگ و بزد بر مگس، تا آن مگس واپس خزد، سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله عالم فاش کرد. یکی از سر محبت خرس دیگه، از سر محبت بچره رفته یه خیلی یه سنگ حسابی هم گنده هم آورده که حسابی مگس رو له کنه، این هم خابیده، مگس هم رو پیشونی نشسته، این هم رفت و یه محکم کوبید که مگس رو نابود کنه. خب چه اتفاقی افتاد؟ مگس 100% در رفته و اون طرف مغزش متلاشی شده دیگه، از بین رفت. خب مهر ابله، مهر خرس آمد یقین، جنبندی مهر ابله، مهر خرس آمد یقین، کین او مهر است و مهر اوست کین، عهد او سست است و ویران و ضعیف، گفت او زفت و وفای او نحیف، گر خور از سوگند هم باور مکن، بشکن از سوگند، بشکن از سوگند مرد کش سخن، چون که بی سوگند گفتش بود دروغ، تو میفت از عهد سوگندش به دوغ، نفس او میرست و عقل او اسیر، 100,000 مصحفش خود خورده گیر، چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خور از سوگند زان بدتر کند، زان که نفس آشفته تر گردد از آن، که کنی بندش به سوگند گران. همه این جنبندیه در رابطه با این داستان خرسه. دیگه چی؟ مهر ابله، مهر خرس آمد. دیگه آدم های ابله محبتش و محبت خرسه.
عین خرس است. کین او مهر است و مهر اوست کین. میگه اگر کینه تو رو داشته باشه آدم ابله، اتفاقا به نفع توه، چون کار احمقانه میکنه. حالا تو این حالا بلش بکنه، مثال از اوضاع امروز بزنم، بلش بکنه. کین او مهر است و مهر اوست کین، مهرش کینه است. عهد او سست است و ویران و ضعیف. وقتی عهدی با تو میبنده سست، ویران و ضعیف، یعنی پیمان و به اصطلاح قول قراری که با تو میذاره بسیار ضعیفه، چون ابلهه. گفته او زفت و وفای او نه، حرف خیلی میزنه اما وفای به عهدش بسیار سست، اصلا نمیشه رو حرفش حساب کرد. قسم میخوره نوکرم چاکرم به خدا مو کوچیکی مثلا خاک پاتین فلان، دیدی بعضی این جاهلا از این حرفا میزنن، اما وقتی عمل که میاد اصلا چند فرسخ دورتر فرار کرد. خب خیلی جالبه، من حالا یادم افتاد دو تا مطلب، بعد حالا بزنید تموم کنم بعد بهتون یادم بندازه، دو تا مطلب بخوام بهتون بگم، قشنگه مطلب قشنگ. خب گر خور از سوگند هم باور مکن، بشکن از سوگند مرد کج سخن. اگر سوگندم که خورد باور نکن حرف آدمای ابله، چرا؟ چون به راحتی همونقدر که سوگند میخوان به همون سادگی هم سوگندشون رو میشکنن و به اصطلاح وفای به عهد نمیکنن. چون که بی سوگند گفتش بود دروغ، تو میوف از عهد سوگندش به دروغ. میگه بدون سوگند حرفاشون دروغه آدمای ابله. تازه وقتی که سوگند میخوان حواس جمع باشه نیفتی تو دوغ، یعنی گول سوگندشون رو نخور که فکر کنی نباید دیگه راست میگه، نه سوگندم که میخوای بازم سوگندش هم دروغ، تو دوغش نه. خب نفس او میره است و عقل او. چرا؟ برای اینکه نفسش امیر وجودشه نه عقلش، عقلش اسیر نفسشه آدم ابله. خب عقلش اسیر نفس، صد هزاران مصحفش خود خورده. مصحف یعنی کتاب نوشته، اینجا مجازا معنی قرآنه. میگه که چون عقلش اسیر نفسشه، تو فکر کن هزار تا قرآن رو نه این که فقط خونده، اصلا خورده در این حد. چون عقلش اسیر نفسشه ارزش نداره. خب چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خور از سوگند زان بدتر. آدمی که بدون سوگن پیمان شکنی میکنه وقتی قسم میخوره اتفاقا بدتره، بیشتر پیمان شکنی میکنه یا خطرناکتر پیمان شکنی، زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران. چون وقتی که نفس رو با سوگندهای مختلفی به اصطلاح در بند میکنی بیشتر آشفته میشه، و اونها چون اسیر نفس هستن آدمای ابله، به همین دلیل چی میشن؟ به قول معروف بیشتر خطرناک میشن و بیشتر مثلا ضرر میزن. پس بنابراین من همینجا کفایت میکنم، چون یه توضیح هم میخوام. حضرت پیامبر خیلی جالبه، ایشون میفرماید که من از آدمای ابله گریزانم، اگر ابله به من حلوا بده از خوردن اون حلوا من تب میکنم. این حدیث پیامبره. حتی میگه آدم های ابله اگر حلوا به من بدن من از خوردن اون حلوا تب میکنم. آدم های عاقل حتی اگر با من دشمنی بکنن اون دشمنیشون رو من ارزش قائلم براش. وقت وقت جالبه مولانا این حدیث پیامبر رو بعدا یه جای دیگه در داستانی بسیار زیبا تبیین. من اینجا فعلا تشکر میکنم، تا همینجا واسه امروز کافیه.